در برنامه امشب دکتر نظام الدین جلیل سخنگوی وزارت صدام افغانستان از استودیوی کابل مهمان برنامه ما هستند و با ایشان درباره تدابیر اتخاذ شده توسط وزارت صحت افغانستان برای جلوگیری از ورود ویروس کشنده به افغانستان گفتگو میکنیم. آقای جلیل سلام، ممنون از حضورتان در برنامه و وقتی که در اختیار ما قرار دادین. آیا وزارت صحت درباره احتمال بازگرداندن این تعداد از شهروندان افغان به کشور اطلاع داشت و چه آمادگی‌هایی برای قرنطینه کردن این افراد در صورت بازگرداندنشان به افغانستان گرفته شده؟ تشکر. وزارت صحت عامه تماس‌های خوب با و نزدیک با وزارت محترم امور خارجه داره و وزارت امور محترم امور خارجه هم از بود چینل‌های ارتباطی خود و از بود چینل‌های دیپلماتیک موضوع را با کشور چین تعقیب می‌کنند. در پهلوی از وزارت صحت عامه با در نظر داشت از که یک تعداد از هموطنانمون در شهر چین زندگی میکنن، کاروبار اونجا دارن و پروازها از شهر ارومچی چین به کابل است، در جمله امو تدابیری که در سطح کشور گرفت، یک تیم سیهی در به همکاری اداره محترم هوانوردی و اداره محترم میدان هوایی کابل یک تیم سیهی افراز شده با مجهز با امبولانس و ضمن نمو سیستم سرولانس یا پاسخدهی به امراض و گزارشدهی امراض قبلا وزارت صحت عامه ایجاد کرده برای امراض فورا قابل گزارش. بله. و وضعیت امراض و سیر امراض از نزدیک مشاهده میکنیم تا ما بتانیم و در ضمن از او شفاخانه امراض انتونی که در شهر کابل موقع داره یک بخش از او اختصاص داده شده برای واقعات عاجل و اضطراری و در صورتی که واقع تثبیت شوه در همین شفاخانه تحت شرایط خاص تحت تداوی قرار خواهد گرفت. بله. آقای جلیل، خب برخی از کشورها تصمیم به این گرفتن که کسانی که از چین برمیگردن یا مشخصا از ولایت مرکزی ووهان اینها را در میدان هوایی مورد آزمایش مورد معاینه سی قرار بدن تا مطمئن شوند که اینها ناقل از این ویروس نیستند. آیا افغانستان هم با تجربه‌ای که تجار شهروندان افغان زیاد رفت آمد میکنند به چین چنین تصمیم داره که در میدان هوایی اقدام به این کار بکنه یا صرفا فعلا جنبه از این داره که شما میخواین که پیشگیری بکنین و نحوه مراقبت بکنین از اوضاع؟ خب قسمی از همین رسیدگی به واقعات عاجل قسمی از زمانی که ویروس در خود امو کشور انتشار میکنه فعالیت ها بسیار زیاد متفاوت میباشه که چگونه به او رسیدگی شود و میرسیم به کشورهایی که به گونه از اشکال با این کشور ارتباط مستقیم میداشته باشند یا مسیر پرواز است یا مسیر سرحدهای مشترک است و به می منظور بود که وزارت صحت عامه این تیم در میدان هوایی کابل افراز کرده. هدف از این تیم همی است همون مسافرین محترمی که از کشور چین به افغانستان بازگشت میکنن یا به شکل ترانزیت از کشور هند و یا هم از دوبی، اینا در مجموع همو اسکرینینگ یا ارزیابی میشن و در صورت کمو اعراض و علائم مشکوک به مرض نزدشان دیده میشه تحت شرایط خاص همو اهتمامات صورت میگیره و در عین حال ما عین سیستم در شهرهای بلخ، هرات و کندهار هم که اونجا هم پروازهای بین المللی است همچون تیما در اونجا هم افراز شده است. سیستم سرولانس فعلا فعال است، هر لحظه امراض گزارش داده میشه و تا می فعلاً که ما با شما صحبت میکنم خوشبختانه کدام واقع گزارش داده نشد. آقای جلیل، وقت برنامه بسیار کوتاه است، ما میخواییم که پیامتان را برای بینندگان ما بگوین. چی پیشنهادات برشان دارین برای عدم ابتلا به این بیماری و به خصوص کسایی که زیاد سفر میکنن یا با افراد در ارتباط هستن که سفر میکنن به کشورهای مثل چین؟ ما مسلسله نشر و پخش پیام‌های آگاهی دهی آمره قبلا از صفحات اجتماعی از طریق وبسایت آغاز کردیم و از هموطنان ما خواهش میکنیم که همو شرایط حفظ صحه مراعات شود، دستا با آب صابون شسته شود، با مایع دستشویی و در زمان سرفه و ریزش و یا زکام اینا میتونن از ماسک و یا حداقل یک دستمال خرد استفاده بکنن و در صورتی که از تماس نزدیک با اونایی که زیادتر امراض ویروسی نشون است امراض موسمی از این جلوگیری شه و ضمن در وقت پختن گوشت و غذای پرنده باب کوشش بکنن او را به مو حرارت که نیاز است پخته بکنن و در صورتی که
امو اعراض و علائم سیستم تنفسی، چون اعراض علائم از یه هم امی عین اعراض علائم سیستم تنفسی مثل بله. سرفه و ریزش و زکام است. اینا در صورت که همچو علائم هم میبینن به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه بکنن. ما در این حال یک سری پیام‌های صحی را به میشکل بله. بروشور آماده کردیم به اوتی داد هموطنان ما در میدان هوایی توضیح خواهد شد تا بتونن این نکات را مد نظر داشته باشند. سپاس از شما آقای جلیل از توضیحاتی که با بینندگان ما شریک ساخته. این وقتتان خوش. وقت شما خوب. تشکر.